السلام علیکم، وقتتان بخیر. به بخش گزارش روز خوش آمدین. موضوع برنامه را پریجان در داخل استودیو به شما گفت. روابط یک بحث خیلی مهم و ارزشمند هست در زندگی ما و ما باید همیشه تلاش بکنیم تا روابط خوبی داشته باشیم، چون میتونه ما را به قله های موفقیت برسانه. در جامعه امروزی اگر ما روابط خوبی نداشته باشیم و یا هم تلاش نکنیم تا روابط با اطرافیان ما برقرار بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم به خواسته های خود ما برسیم. روابط میتونه خوب باشه، گاهی وقتا میتونه ما را به چالش بکشه. امروز بحث دنبال بکنیم تا ببینیم این روابط چقدر با ارزش هست، کدام کارا را میتونیم انجام بدیم تا روابط خوبتری داشته باشیم. نظریات هموطنان عزیز ما را میگیریم. به نظر شما روابط در جامعه ما چقدر ارزش داره؟ چقدر خود ما باید به این روابط ارزش قائل شویم تا بتونیم دوستا، همسنفی‌های ما، زندگی مشترک ما را به خوبی پیش ببریم؟ بدون شک انسان یک موجود اجتماعی است و نیازمند به روابط نیک و احسن، چی در فامیل یا خانواده باشه، چی در بیرون در فضای کاری باشه، اگر مسئله هستیم در فضای دانشگاه، همچنان در روابط اجتماعی ما نیازمند از این روابط هستیم و میتوانیم با روابط نیک ما یک فضای خوب و سالم را داشته باشیم. همچنان یک پیشرفت در هر کار و در هر برنامه، اگر ما بخوایم یک پیشرفت داشته باشیم، ما باید یک روابط نیک و اجتماعی داشته باشیم. اگر ما روابط خوب و نیک با دوستای صمیمی داشته باشیم، با در خانواده داشته باشیم، ما میتونیم یک کار را آغازش با یک پروگرام، با یک برنامه، با یک مشوره ما آغاز کنیم. بدون شک هرگاه چند ایده یا چند نظر با هم یک جای شود، با مشوره و با مراوبت، اما برنامه خیلی یک تاثیر مثبت خود می داشته باشه و یک برنامه خوب می داشته باشه. متاسفانه جایگاه روابط اجتماعی امروز خیلی ضعیف شده و در این عرصه نهادهای اجتماعی باید سعی تلاش بکنن و همچنان از ما جوامع مسلمان افغانستان و تمام شهروندهای محترم ولایت بلخ و تمام کشور افغانستان میخواهیم که یک فضای اعتماد سازی و همچنان فضای امنیت توسط دولت ایجاد شود که ما بتانیم فضای داشته باشیم که همه دوستانه و صمیمیت و پر از مهر و محبت باشه و جامعه خوب و ایدئال داشته باشیم. قراره که میفهمیم روابط اجتماعی، یعنی ما در جهانی که اگر مستقیم اگر فکر کنیم، مردم به شکل اجتماعی، به شکل تجمعی زندگی میکنند. یک نفر نمیتونه کل موضوعات زندگی خود، یعنی به شکل مستقیم، یعنی خودش پیش ببره. همه خاطر ما به اجتماع نیاز داریم، یعنی اجتماعی که مثلا هر فرد در آن زندگی میکنه باید در بین خود رابطه داشته باشه، با کارهای یکدیگر خود اجتماع، یعنی با کارهای یکدیگر خود همکاری و تعاون داشته باشه. نمیتونه یک نفر کل نیازهای زندگی خود پیش ببره. زمانی که ما ارتباط از خود شروع نکنیم، به معنی عزیز که یعنی صلح از درون خود شروع نکنیم، با خود منازعه باشه، نمیتونه در اجتماع نقش آفرینی کنیم و بهترین چیزی که ما را به بارور میکنه متعالی است و سرمنزل مقصود میرسه ارتباط است. باید ارتباط داشته باشیم و نسل جوان بیشترش که ارتباط نداره مشکل جرمی است، انزواگری میکنه و ارتباط نمیده. ارتباط چون نقش اساسی و کلیدی در رشد و متعالی انسان داره. زیبایی زندگی در روابط هست. چه خوب است همواره تلاش بکنیم تا بتونیم روابط مثبت و خوبی داشته باشیم، دوستای خوبی پیدا بکنیم و همیشه اعتماد سازی بکنیم. ما هم تلاش میکنیم که شما نظریات و پیشنهاداتتان با ما شریک بسازین و در برنامه سهیم باشین. نظریات هموطنان عزیز ما را گرفتیم. ادامه بحث در استودیو با پریجان.